بریم بپردازیم به یک سری سوالات رایجی که داوطلبین میپرسن در رابطه با آزمون تافل. سوال اول: Why are some of the questions in the speaking section based on reading passages and or dialogues or lectures? میگن چرا مگه قسمت اسپیکینگ نیست؟ چرا بعد از سوالات بر اساس listening یا readingه یعنی ما باید یه چیز رو گوش بدیم یه چیزی رو بخونیم و بعد صحبت بکنیم چرا این شکلیه؟ به این قسمت دوستان میگن integrated یعنی تلفیقی یعنی مهارت سپیکینگی شما انجام بدی فقط سپیکینگ نیست شما باید گوش بدی بعد یه چیزی رو بگی بخونی بعد یه چیزی رو بگی گوش بدی و بخونی بعد جمبندی کنی و یه چیز رو تحویل بدی چرا این شکلیه خب حالا چه کاریه به دو دلیل یک مهارت زبانی از همدیگه جدا نیستن یعنی آزمون تافل هر آزمون بسیار استانداردیه که داره شرایط واقعی رو شبیه سازی میکنه شما وقتی با کسی صحبت میکنید یه چیزی اون میگه شما هضم میکنید و بعد شما صحبت میکنید شما صرفا گوینده که نیستی مگر سخنرانی باشه پس شرایط واقعی داره پیاده سازی میشه مجله میخونی یه روزنامه میخونی یا آگهی میخونه به یکی میگی میگه نگاه کن مثلا اینو نوشته اینجوری گفته پس یه چیزی رو میخونی با یه کسی صحبت میکنی پس این مهارت در هم تلفیق شدن این یه دلیلش دلیل مهمتر آزمون تافر چه کسایی میدن دانشجوها یعنی کسی که میخواد بره اونجا ارشد دکترا بخونه خارج از ایران هر جایی که که تافر رو میپذیرن یا مدارک های معادلش رو خب شما میخوای بری درس بخونی یک کشور دیگه مگه نمیری دانشگاه مگه نمیری سر کلاس مگه سر کلاس میرید استادتون یک تکلیفی رو به شما نمیده آقا این رو بخونید این مقاله رو بخونید این آرتیکل رو بخونید بعد میرید سر کلاس استاد یه لکچری به شما میده گوش میدید و بعد مثلا نظرتون رو میگید میگید خب بچه اینو خوندید نظرتون چی بود این ریدینگ رو خوندید این 20 خوندید نظرتون چیه تحلیلتون چیه یا این یا صحبت میکنه استاد مثلا یه رو 20 دقیقه صحبت میکنه میگه خب شما حالا نظرتتون رو بگید پس مهارتی که تو دنیای آکادمیک مورد نیازمونه یعنی تو دنیای آکادمیک صرفا صحبت نمیکنیم گوش میدیم میخونیم تحلیل میکنیم حرف میزنیم نقد میکنیم بررسی میکنیم بررسی, میکنیم. بررسی چیزایی که خوندیم و شنیدیم پس به این دلیل هستش که اینا وجود داره این اگه سوال براتون سوال بعدی How will mistakes affect my score؟ اشتباهاتی که من انجام میدم مثلا اگه یه گرامر رو اشتباه بگم اگه لغت اشتباه بگم دقیقا چجوری تصیح میشه یعنی چجوری نمره گذاری میشه چجوری میگن خب شما اینو ننوشتی 25 صد اون چجوری میگن این دقیقا چی کار میکنه اینو در قسمت بعدی یعنی قسمت بعدی بهتون کامل توضیح میدم یک جدولی داره بریم سوالات بعدی common questions part 2 What happens if I do if I do not have time to finish my answer? توی پارت اسپیکینگ میگه که چون شما به صورت مکانیکیه یعنی آزمون یه صدای بوغ میاد شما باید صحبت بکنی صدای بوغ میاد تموم میشه وقته میگه اگر دارم صحبت میکنم یا حرفم کم بیاد چیکار بکنم یعنی حرفم کم بیاد که نه زمانم کم بیاد حرفم تموم نشده چیکار بکنم سوال بعدی رو بخونیم What happens if I finish my response before time runs out خب پس ببین های متفاوت داره اینو میگه اگر حرفم تموم بشه چیکار کنم مثلا یه دقیقه زمانه من 45 ثانیه دیگه حرف ندارم بزنم 15 ثانیه من حالا چیزی ندارم میگه باقیش باشه برای بعدن چیکار بکنم الان بهتون میگم پارت پارت بعدی چی سوال بعدی اینه اگر یه دقیقه تموم شد من همچنان حرف دارم همچنان حرف دارم مثلا میخوام 5 پنج... دقیقه 5 ثانیه دیگه 10 ثانیه دیگه صحبت بکنم جنبندیکا اینجا کار بکنم این دو تا سوال ریشش به یه چیزی برمیگرده این که ما تایم منیجمنتمون اگه ضعیف باشه چیکار بکنیم شما باید قبل از آزمون بارها و بارها تو پروژه‌ای که میفرستید اینجا و برای خودتون تمرین بکنید این مهارت رو چه مهارتی رو که طبق تایم بندی که بهتون میدم مثلا بهتون میگم برای این نوع سوالات 30 ثانیه وقت دارید برای این نوع سوالات یک دقیقه وقت دارید شما برای اون نوع سوال ها باید تایمر داشته باشید تایمر روی کامپیوترتون فعال میکنید تو گوگل سرچ میکنید تایمر براتون میاره تایمر رو می یه دقیقه شروع میکنید به صحبت کردن انقدر باید یعنی مثلا 50 بار 60 بار 70 بار اینو امتحان بکنید تایمش دستتون بیاد که بدید آهان پس الان دیگه فهمیدم چه جوری صحبتمو جمع بکنم دیدید مثلا به سخنرانا میگن آقا مثلا 5 دقیقه بیشتر وقت ندارید دو دقیقه بیشتر وقت ندارید یه دقیقه بیشتر وقت ندارید اون سخنران انقدر ماهره تو همون یه دقیقه دیگه نمیگه خب دیگه خدا نگهدار و یه جوری جنبندی میکنه میگه خب پس اینو گفتیم اینو گفتیم اینو گفتیم جنبندی میکنه تو یه دقیقه شما هم باید این مهارت رو به دست بیارید. که چجوری جنبندی بکنم تو یک دقیقه یا سی ثانیه که سوال از من پرسیده میشه چجوری من دقیقا باید جنبندی بکنم چون سواله شما یه سی ثانیه یا یه دقیقه ای شما باید این مهارت رو تایمینگتون رو باید تمرین بکنم که توی دوره با هم انجام بگید. پس سوال یک و دو جوابش میشه تایم منیجمنت درست و تایم گرفتن از خودمون که عادت بکنیم و سوال آخر How will my accent and pronunciation affect my score? لحجه و تلفظ چه تأثیر روی نمره من دارن؟ ای مگه اینا با هم فرق دارن؟ آره فرق دارن تلفظ یعنی من یه کلمه ای رو میبینم میرم تو دیکشنری میزنم جلوش دو تا برای من تلفظ نوشته سمت چپ تلفظ بریتانیاییه سمت راست تلفظ آمریکاییه اگر دیکشنری های رایج مثل لایمن و آکسفورد رو چک بکنید بعضی از دیکشنری‌ها که امریکانا یه دونه تلفظ داره اونها فقط آمریکاییه خب اون میشه تلفظ درست تلفظ درست این ت... کلمه با چجوری ادا بشه اون میشه تلفظ درست ولی بله یکی دیگه هست لحجه که آقا من با لحجه آمریکایی صحبت بکنم من با لحجه بریتانیایی صحبت بکنم چجوری تاثیر میذاره نمره من در رابطه با قسمت اول بایستی بهتون بگم که اکسنت تأثیری نداره روی نمره شما یعنی که من با لحجه آمریکایی صحبت بکنم یا لحجه بریتانیایی یا لحجه استرالیایی یا لحجه فارسی تأثیر نمره من نخواهد داشت ولی پرنانسیشن درست تأثیر داره خب مثال براتون بزنم که کامل درکش بکنید حرف و یعنی W و توی انگلیسی باید اینجوری تلفظ بشه مثلا میگی وی نمیگیم وی اگر من بگم اگر من به جایی که بگم we are students بگم we are students we. اشتباه میشه یعنی این تلفظ اشتباهه این ربطی نداره به لحجه من تلفظ درستش وی نه وی یا کلمه حال چطوره میگیم چی بگیدن شما نمیگیم هاو are یو اون صدای اوه. او او یعنی باید بگیم How are you من اینو میتونم با لحجه فارسی بگم بگم How are you How are you خب یا اینکه با لحجه آمریکایی بگم بگم How are you یا اینکه با لحجه بریتانیه بگم چجوری میگه بریتانی برتیش رو میدونی میگه How are you اون آرش تلفظ نمیشه این قسمت لحجه تاثیری نداره چه من با لحجه فارسی بگم چه با لحجه آمریکایی چه با لحجه بریتیش بگم فرقی نمیکنه چون ملیت های مختلف لحجه های خاص خودشون رو دارن اون تص... ولی پرننسیشن درست یعنی من اگه به جای هاو how بگم هاو اون, اون... اون... کسر میشه از من نمره به جای کمپیوتر که شواه یعنی یه صدایی بین ا و ا به جایش بگم کامپیوتر نمره از من کم میشه مهم نیست اصلا با لحجه آمریکایی بیام بگم کامپیوتر از من نمره کم میشه پس لحجه هر کسی خاص خودشه هر ملیتی خاص خودشه تأثیری نداره ولی پرننسیشن درست تلفظ درست،, درست کلمه تأثیر داره تلفظ درست, درست از کجا ببینم کلمات تلفظشون دو دیکشنری هست اما یه نکته رو بهتون بگم در هر آزمون بین المللی که داره برگزار میشه توی زبان انگلیسی بقیه زبان ها رو نمیدونم درسته که لحجه نمره نداره یعنی پارتی برای نمره دادن به لحجه وجود نداره اما یادتون باشه طبق تجربه لحجه تاثیر داره به یعنی تاثیر داره بهش اصطلاح میگن فرست ایمپرشن یا ایمپرشن مثبتی داره یعنی تاثیر مثبتی داره رو اون کسی که داره صحبت شما رو گوش میده الان یه نفری بیاد ایرانی زبون انگلیسی رو با این لهجه خیلی عالی صحبت بکنه مثلا لهجه آمریکایی خیلی عالی ولی غلط قلو توش داشته باشه شما شاید متوجه اصلا نشی اگه زبانت خوب نباشه یه کسی که مثلا زبانش خوب نیست متوجه نمیشه داره اشتباه صحبت میکنه چون لحجهش مثلا میگه چرا زبانش خوبه چون لهجه هر میشنوه فقط داره گوش میده ولی شما فکر کن همون آدم اصلا در حد دکترای زبان داشته باشه ولی لحجه بدی داشته باشه یه کسی گوش میده مثلا میگه نه فکر نمیکنم کلی زبانش خوب باشه خوب نیست این اشتباه ها این به طرز فکر اشتباهیه چون بهش میگن خطای حاله یه نفر یه چیزیش خوبه مثلا لحجهش خوبه دلیل نمیشه زبانش خوب باشه پس اینو دقت داشته باشید که درسته که لحجه تاثیر نداره ولی اگر میتونید لحجهتون رو بهتر بکنید تاثیر مثبتی روی اون کسی که نمره شما رو میذاره داره مثلا میگه چه لهجه آمریکایی خوبی داره یعنی به صورت ناخودگاه تاثیر میذاره پس درگیرش نباشید ولی اگر میتونید بهترش بکنید اوکی ولی اگر معمولی و خیلی هم نمیخواد بهش بذارید مسئله هم نداره خب اینم در با سوالات رایجی که در واسه بازمون پرسیده میشه و اینا خیلی نکات مهمه که سوال هستن برای خیلی‌ها